حالتون چطوره امیدوارم که حالتون خوب باشه امروز اومدم با یه کلیپ جدید دیگه در مورد موتر یا ماشینی که توی افغانستان ساخته شد به نظر من آیدا هر مسیری که در مورد موفقیت باشه و اگر تو هم بخوای که توی مسیر موفقیت قدم بذاری نباید نسبت به اون اتفاقایی که میفته در واقع بی توجه باشی و من خیلی دوست دارم صحبت کسی که این موتر رو طراحی کرده رو بشنوم و گفتم حالا که میخوام بشنوم با هم بشنویم و برای این موضوع یک نسکافه که نمیدونم حالا بخارش معلومه یا نه حالا که معلوم بود درست کردم که با همدیگه این کلیپ رو ببینیم پس بریم که داشته باشیم که این متره در واقع توی افغانستان حالا توی شبکه های خارجی زیاد اطلاع ندارم ازش ولی توی افغانستان خیلی قوقا به پا کرده و خیلی صحبت ها راجبه شده الان هم این کلیپی که قراره با هم دیگه ببینیم در واقع صحبت های آقای محمد رضا احمدیه همون آقایی که من توی کلیپ قبلی اشتباه کردم و گفتم که قزوینیه نه قزوینی نبود فقط چون ایران زندگی کرده خیلی خوب صحبت میکنه خیلی کنجکاوم که ببینم چه صحبت هایی در مورد اختراعش حالا هر چیزش کرده و با چه دیدی این ماشینه رو ساخته بریم که با هم دیگه داشته باشیم شبکه طول. سلام همبتران عزیز بامرا. وقت شما بخیر خیر آرزو دارم که همه تان جور صحت سلامت باشین و روزهای سرد زمستانی را بخیر خیر و خوبی سپری کنین باز جوالا. هم برنامه سراچه آغاز شد من فرهاد رامکیستم شما امیل لحظه مستطیل طلور تماشا میکرین امشبم مهمان را امرای خود داریم دوستای پیش از یک مهمان را برتان معرفی کنم در این روزا حتما زیاد فیسبوک و انستاگرام و تیک تاک میبینید درست؟ اشتباه بله. نمیگم بله چند موضوعی بسیار داغ را ما شاهد هستیم یک موضوع بسیار داغ بسیار زیاد داغ که اگر دست بزنی دستت میسوزه سوزه <applause> بحث موتر است افغانستان با بار اول خدایش اینو راست میگه یعنی من هر جا رو میبینم تو هر شبکه افغانستان این موتر رو میبینم خیلی عجیبه واسم بعد چلو سه چهار دقیقه است بچه من اینو کامل نمیبینم تا اونجا که بتونیم جا بدیم میبینیم ولی حبرشو نمیتونیم ببینیم یک موتر بسیار زیبا و مقبول و قشنگ را تراهی کردند و این موتر را ما شما دیدیم در صفات اجتماعی و بسیار مقبول راهی شده جذاب در راهی شده و کس را ما مهمان کردیم که تا باشد تشویقشان کنیم تا باشد قصه کنیم از تراهی این موتر و قصه های دیگر را داشته باشیم همراهشان مهمان ما آقای محمد رضا احمدی مدیر عامل استدیوی انتاپ است جناب احمدی صاحب بفرمایید میزنم جلو. شال شدم بباشر. و افتخار با سن. یک جوان که میشه بلایتان آدم افتخار کرد تشکر لطف یه چیزی که برام سوال شده اینه که مایکم رو تست نکردم روشن بوده یعنی تو الان روشن بوده کاملا روشن تو که ما رو نمی نه خواهش میکنم میایم روی زندگی شخصیتان میپردازیم بعدش هم با سوالات دیگه سوالات رو میرم خواهد پرسیدیم از کدام ولایت افغانستان هستین چند سال دارید؟ همشهری ما آه ما از ولایت غزنی هستیم رامکی ها رو هرچ هست باید برن یه سر ولایت غزنی من میگفتم غزوین بچه ها من اشتباه فهمیدم توی اون اه... کلیپه منو ترور کردین یعنی یه سری ها که فش نوشتن واسه هم نوشتن تو از قصد گفتی قذبی بابا چرا از قصد بگم قذبی اشتباه شنیدم خودش چطور رو ویکیپیدیا بزنن من از غزنی هستم و هم چند سال سن داره جناب احمدی؟ نزید دو ماه دیگه میشه سی و دو سال ماشالله خو بسیار خوب 32 سال به خیر ان شاء الله که 32 ساله و در تجلیل 32 سالگی تان ما هم دعوت کنین تا بیایم از این روزم تشلیل اون, اون موقع ما نمایشگاه قطریم چرا که نه تشریف <applause> قطر خب وقت رفته این لحظه این تنظیم کردید که بخیر برای نمایشگاه قطر برید خواهد من سوالاتم هم خواهد پرسیدیم مکتب در کجا خواندید و قصه های از دوران مکتب اگر برای ما داشته باشید مکتب رو تو نصف جهان خوندم اسفهان باید اتمن ببینیش اونم قبلا پایتخت فرنگی جهان اسلام بود به اندازه غزنی قشنگه اونجا رو باید ببینی اصفهان خوندم تا سنف یازده یه مدت دور خودم چرخیدم سنف دوازن نخوندم رفتم دانشگاه دانشگاه هم از یه جایی بعد فهمیدم که دانشجو شدم اونم دوباره دور خودم چرخیدم و آخرم بلش کردم امروز هم اینجا میشه مکتب یه چیزی بگم خداش آدم وقتی کلیپ آدم های ما... حالا معروف شد دیگه توی افغانستان دیگه فکر کنم حالا... خیلی بشناسنش کلیپ های زندگی و دوران زندگی این آدمایی رو میبینه که یه حرکت مثبت مف... و مفید انجام دادن خیلی کنج کافتر گوش میده مثلا من اینطوریم. هم شما این طوری هید که دوست دارید ببینید لحظه به لحظه چی میگه شاید یه نکته گرفتید یا نه تو بله. سنف یازده بعد سن دوازدر نخاندید رفتید به دانشگاه بله بله, بله, بله. بعد دانشگاه را نخواندید دا آمدید موتر ساخت <تصفح> درس <تصفح> بسیار ما مجالب <من> است <تصفح> <تصفح> چطور سنف یازده دوازدر هم نخاندید راهی دانشگاه شده چطور شما را جذب کردند در کجا خواندید دانشگاه سیستم تحصیلی ایران به این شکل که شما از سنف نه به بعد دیگه تصمیم میگیری که می چی کاره بشی من یه دوره عمومی خوندم به اسم ریاضی فیزیک ولی یه دوره‌ای دارم شبیه کالج میمونه یک سالی که کسی میخواد بره دانشگاه سراسری اون یک سال میخونه اگه نه که دیپلم کاملش رو میگیره ولی اگه کسی اون کارو نکنه به هر حال میخوان که ملت تحصیل یافته بشن اون صنف 12 رو به شکل یه سری کردیت های اضافه تو دوره 14 پاسی دوباره به شما میدن و شما دوباره مجبوری همون مثلا 20 کردیت رو دوباره بخونی به این شکل خواه جواب میده بس چرا دانشگاه را نیمه رها کردید و نخوندید؟ استاد خیلی خوبی داشتم استاد خیلی خوبی داشتم از یه جایی به بعد یه استاد باعث شد که دانش آموز تبدیل بشم به دانشجو وقتی تونستم خودم دانش پیدا کنم دیگه نیازی نبود برم دانشگاه دانشگاه برام کوچیک بود آفرین کوچیک بود تعجب کنی شما فهمیدین دانشگاه کوچک بود و دیگر نخواستن که دانشگاه را بخوانن و اون توصیه استادتان بود که دیگه دانشگاه نخوانه استادم کارش کرد مستقیم بهم نگفت ولی کل به بهم میگفت که تو جات اینجا نیست آره از از لبریز از استعداد و توانایی بودید یا نه یک شاگرد یک دانشجوی تنبل بودید که بالاخره نه همیشه است. کلید سالن آمفیتات دست من بود کسی کاری داشت میگفتن که دست فلانی برید از اون بگیرید اینطوری نبود که کلید سالن آمفیتات جایی باشه من برم اونو بگیرم هر از کار داشت میومد اون از من میگرفت همیشه در حال گفتمان و پرزنتیشن و مقاله و به این شکل بود دانشگاه خیلی خوش گذشت واقعا تا برعکس من <applause> چرا من چند بار کلید یه دو سه تا جا جستم بود همین که البته جای خیلی مهمی هم نبود من نگرفتم که چرا دانشگاه نخوانده تو نیمه رها کرده تو گفته اینجا جایش ماند دانشجو که بشی موقعی که تو تو دوران مدرسه باید حتما بهت بگن دو جمع دو میشه چهار اینو باید بهت بگن ولی تو دانشگاه به این شکل نیست یک مفهومی رو برای توضیح میدن اگه برای جذاب باشه خودت میری دنبالش یه موقعی لازمه که دانشگاه تو ول کنی تا بتونی وقت داشته باشی که بری دنبال اون مفهوم منم هم همینطوری شد ول کردم رفتم دنبال مفهوم من هیچ وقت این حس نتونستم تجربه کنم یعنی همه به ما میگفتن که بابا شما دانش جویی نه دانش آمود بری بجوی. <تصفح> و بری بجویی و نمیشد در واقع بجویم چیز چیزی پیدا نکن. نبودم از این دست آدم ها آله پیدا کرده تم دنبال چیزی که رفته بله الان همونجا زندگی میکنم مرکز نوآوری که آرزو شده داشتم یه روزی توش باشم جزی از راه حل بودم و الان همونجا سیر میکنم <applause> بسیار خوب بسیار خوب همونجا خب شما مهاجرت هم کردید و در ایران هم زندگی کردید داستان مهاجرت از کجا شروع شد چه زمان مهاجر شده تو چه زمان دوباره به افغانستان برگشتید من مهاجر نشدم پدرم مهاجر شده من تو مهاجرت به دنیا اومدم پدرم به توصیه یک بزرگی توصیه کرده بودن که ما در سه جبهه در حال جنگیم دوران جهاد یکی جبهه جنگ گرمیه که از بالا با میگ میزنن ما با پایین با چاشاخ اینکه منطقی نیست که ما انرژیمون صرف این کنیم یه جپه دیگه جپه جنگ اقتصادی بوده که با سواد و سطح دانش که ما داریم ما نمیتونیم اونقدر ارزش افزوده ایجاد کنیم که توان این داشته باشیم که میگ بخریم جپه سوم جپه فقر فرهنگیه فقر سواد این, این نه پول میخواد نه زور میخواد هر کسی که میتونه بره این جپه رو بگیره و اگه فکر بهتری داره که بسم الله اگه نه بره همین کار بکنه قدیما چیزی که پدرم میگه یه کفشی بوده به اسم توبی از تویوپ موترا جور میشده این اون چیزی بوده که پدرم با این شروع میکنه و امروز نسل بعدش که من باشم اینجا پدرم با همون یه دونه کفش مهاجر میشه صرفا به خاطر اینکه بره به دنبال علم و دانش خودش نمیتونه این کارو برام ما کرد خیلی هم خوب این کارو کرد انقدر خوب این کارو کرد که الان ما هم مشکل داریم چند سالی با هم صحبت نمی‌کنه به خاطر اینکه انقدر فشار میورد که بخون 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 امروز روز نتیجه میده امیدوارم که ببینه من مهاجر نشدم پدرم مهاجر شد شما وای جوری شدم این حرف رو زد یعنی قطعا پدرش میبینه و بهش افتخار میکنه اوکی در ماجرت به دنیا آمدید بله. دیگه بله. بعد در ماجرت درس بله. بعد چه زمان به افغانستان دوباره برگشتین؟ پنج سال میشه که فکر کنم برگشتم. پنج سال میشه. در سالهای اول که برگشتید این مفکوره در ذهنتان آمد که این کار را آغاز بکنین؟ یک بار من برگشتم افغانستان برای اینکه یک ویزای تحصیلی بگیرم بتونم برگم افغانستان برگم ایران انقدر میترسیدم از افغانستان که لب مرز انتظار داشتم یک هلیکوپتر بیاد پنه ببره تا اون کنسولی که کار دارم و دوباره من اسکورت کنه برگردم یه دو ساعتی که تو افغانستان گذروندم همینطوری که مسیر رو رد می‌کردم گمرک که هراتی که رد می‌شد می‌دیدم که نیم ساعت با سرعت 100 کیلومتر در ساعت دارم می بینم، تکنولوژی می بینم وقتی رسیدم هرات باور نمی‌کردم که تیاره بتونه بلند شه. باور نمی‌کردم وقتی نفر انگلیسی صحبت کرد باور نمیکنم من بار اولی که پرچم افغانستان دیدم توی مسابقات فوتبال بود 22 سالم بود برام سوال بود که چه پرچم قشنگی این پرچم کجاست وقتی متوجه شدم پرچم کشور خودمه بحران هویت رو گرفته اون موقع من برگشتم افغانستان افغانستانی که دیدم ظرف 4 پنج روز متوجه شدم که من میتونم اینجا رئیس یک شرکت مالک یک شرکت هواپیمایی باشم حتی رئیس جمهور نه من میتونم اینجا یه بیزنسمن بزرگ باشم چرا دارم وقت خودم رو تلف میکنم برگشتم یه تابلوی بود لب مرز هرات دیده بودم نوشته بود هر... کابل 1250 کیلومتر دو ساعت زیر این تابلو من نقشه میکشیدم که چجوری برگردم اصلا بی خیال درس خوندم پنج روز بعدش که اومده بودم زیر همین تابلو نقشه میکشیدم دو ساعت که من چیکار کنم که خرجم رو در بیارم بر نگردم اون طرف برگشتم ایران چهار سال زجرآور رو تحمل کردم واقعا دیگه هویت هم پیدا کرده بودم نمیتونستم مغرور زندگی نکنم بی هویت زندگی نکنم چهار سال اومدم هم درس خوندم هم پول جمع کردم هم کار یاد گرفتم برگشتم از اون روز به این ور فقط جمعه که میشه متنفرم که زودتر شنبه بشه برگردیم سر کارمون یک دقیقه هم میس نکردم همه چیش با آدمای معمولی فرق داره اینم یادن معمولی ها ولی اگه دقت کنید اصلا طرز صحبتش اون بیانش اعتماد به نفسی که توی صداش هستش آدمای معمولی چطوریان آدمای معمولی دوست دارن که تو روز جمعه بمونن و بمیرن ولی آدمایی که هدف دارن دنبال یه چیزیان مدام دنبال کار کردنن دنبال پیشرفتن و اصلا از هر چیزی الهام میگیرن خیلی جالب بود واسم این آدمم هم دقیقا همینطوریه به نظرم یه آدم موفقه خیلی دارم حال میکنم باش خوب شما گفتید که مکتبم در ایران خواندید زیاد از دوستان ما زیاد از هموطنان ما شکایت دارن همیشه وقت میگن که در یک فضای مهاجرت او هم در یک کشور همسایه که گاه خوش هستن از ما گاه هم ناخوش هستن خواندن و مکتب و یا هم ادامه تحصیل یک کم مشکل است از مشکلات قصه کنیم واقعا عرفای اونها میگن بجاست یا نه برخوردشان رویشان با خیلی سوال خوبی پرسید تحصیل خوبی داشتی یا نه مثلا من خودم هیچ وقت به خودم اجازه ندادم همچین سوالی بپرسم از دوستام که از افغانستان اومده بودن ایران مثلا رفتارا باها چطوری و فلان اینا الان خیلی خوشم اومد که این سوال پرسید ببینیم چی جواب میده خوب است اینا از زاویه دید ملت ملت اگه ببینی خیلی خوبه تحصیل تو ایران واقعا عالیه دولت دولتش به من ربطی نداره اونا دیگه نبات من فارس. ملت ملت برای تعریف میکنم یه همسایه ما داشتیم ترک زبان بودن اصلا فارسی نمیفهمید و مادر من لحجه دری داشت لحجه فرکلور دری داشت خزیچی؟ آره خواه, خواه بعد اصلا متوجه نمیشه چی میگه تقریبا صحنه رو تصور کن که ما قدیما خونه یه طبقه بودن یه سخ... داخل سقف یه شیشه بود نورگیر که نور رو از بالا بیاره داخل اتاق این صحنه رو تصور کن یه زن ترک زبان یه زن دری زبان اصلا هم نمیفهمن دارن چی میگن یه دونه کارت شناسایی آبی رنگ بعد ما یه چیز معادل گرین کارت بود تو ایران کارت سبز هر چی اینو داشت کپون بهش میدادن کپون یه چیز مثل سابسایدیه بله آره من گاز میدادن هم همه چیز مشتم هم میتونست بخونه اینایی که کارت آبی داشتن یه مهر موقت بزرگم هم کوبیده بودن روش البته نمیدونم این چیزی که میگم یادم همین چیزی که این میگه یا نه ولی فکر کنم همچین چیزی رو دیده بودم نصفش روی عکس نصفش روی کارت که این یعنی که این مکتب نمیتونه بخونه این همسایه تور ما با این مادر ما زیر این نورگیر نشسته بودن درگیر بودن که ما چجوری اینو جلش کنیم رفتن یه دونه فتوکپی از روی این گرفتن یه کاپی گرفتن خب مشکل سبز و آبیش حل شد این شد سیاه یه رقم پنسل پاکی بود این قرمز آبی بود نمیدونم دیدی یا نه این در واقع یه ریگمال بود جوهر قلم و اینو کاغذ ریگمال؟ و ریگمال میکرد و این جوهر پس میشد اینا اینو با یه چاقو تیز می کردن اینو تبدیل به یه ابزاری کردن یه ریگمال نکتیز و نشستم ذره ذره اون مهر موقت رو ریگمال کردم رفتن دوباره یه کپی دیگه گرفتن اون کپی این دفعه یه مقداری مهر تارتر شده بود دوباره این کار کردن دوباره یه کپی دیگه گرفتن و کامل اون مهر موقت رو از اونجا درآوردن. رنگ سبز و آبیشم مشکلش رو حل کردن و من حالا درس بخونم اصلا حرف هم دیگر نمی فهمیدن چقدر سخت چقدر سختی کشیده این بچه بی. من این صحنه رو قشنگ میدیدم اون به ترکی می گفتینم به دری من اینجوری رفتم وارد مدرسه شدم سنف دو گیر افتادم سنف دو گیر افتادم یه معلمی داشتیم سنف یک نمیدونم چه مشکلی داشت با من کلمه های مثلا گیلاس می گفتی گی بخش می کردی هجام می کردی هرچی کلمه سه حرفی بود میداد به من می گفت سقف من خواستم سقف رو دو قسمت کنم اصلا امکان نداشت فکر کنم احمقم خنگم نمیفهمم در صورتی که خیلی انرژی داشتم براش گفتم اینا چه زحمتی کشیدن من اومدم اینجا الان من نمیفهم صنف دو که رفتیم فهمیدن که ما یه همچین جل سندی کردیم خب وزارت معارفش اون آدم احترام مادر من نگر داشت و گفت که برو شما اینم اینجا میمونه اینم بهت نمیدم که گیر نیفتی اومدیم و هر روز من پشت اداره تا اینکه بدمن داره و گودمن داره این داستان البته گودومن داره یه نگرانی داشتیم تو مکتب این هر روز منو پشت برد تا لحظه اخراج مادر من اون روز توی گودومن فکر کنم یه خانومی نجاتش داده چه داستانه ای من اصلا نمیدونستم همچین داستانه ای برای تحصیل تو ایران وجود داره همینطور که الان ما ایرانی ها توی ترکیه داریم زندگی میکنیم اون اون جوری که باید احترام نمیذارن همین اتفاق به تب توی ایران هم برای کسای دیگه هستش اصلا کلا همینه این کشورهای جهان سوم مثل به نظر من مثل ایران مثل ترکیه حتی افغانستان این کشورها زیاد جا نیفتاده خیلی چیزا توشون اصلا کشورهای دیگه مثل آمریکا و فلورینا اصلا نمیشه مقایسه کرد خاطر همینه که داستان دارن کسایی که مهاجرت میکنن به این کشورها و اگر تو برو کشور دیگه مثل آلمان مثل آمریکا اصلا همچین چیزی وجود نداره که اداره گریش گرفت هر تلاشی که میکرد میتونست بکنه کرد و نشد ما داشتیم میرفتیم بیرون که دروازه باز شد یه زنی اومد داخل من واقعیتش خانم امیر خانی معذرت بخوام من اون لحظه واقعا وحشت کردم ایشون سکته کرده بودم نصف همون یک طرف قسمت بدنشون حتی تا پوستشون هم افتاده بود کنترلشون نداشتن چشمشون به این شکل شده بود دهنشون افتاده بود پوستشون افتاده بود نصف بدنشون تقریبا فلج بود ایشون که اومدن برای اولین بار آموزش و پرورش که ما اینجا میگیم تعلیم و تربیه اون سال قسمت تربیه خیلی برای دولت مهم شده بود و یک معاون پرورشی برای ما داده بودن ما تربیتی این خانم اولین سوالی که پرسید وقتی داستان متوجه شد از مدیر مکتب پرسید که این میز من کجاست میز نشونش دادن این کلید روکای من گفت کجاست گرفتم گفت که آقای فلانی این پرونده این بچه رو میشه بدیم من پرونده رو گرفتن در الماری رو باز کردن با چنان نفرتی این پرونده رو داخل الماری زد قفل کرد این کلیدم اینجا انداخت گفت پسرم سنف چندی من رو برد داخل سنفمون تا آخرین روزی که من از اون مکتب در اومدم تا صنف پنج این خانم اونجا بود و ما غیر قانونی درس خوندیم بعد okay. از سنف شیش قانون عوض yes. شد همه تونستم برم بخونن اون زن اون روز این کار برای ما کرد okay. فرداش اولین کاری که کرد اومد سر کلاسمون گفت این پسر رو بفرستین کتابخونه مدرسه رو میخوایم بر اساس حروف الفا بکنه وقتی رفتیم اونجا به من یه نونی داد داخلش تخم مرغ آپز بود سیب زمینی آپز بود که پوست گرفته بود و اینو تبدیل به یک خوراکی کرده یک زن چطوری؟ گفت اصلا فلج. چطوری میتونه تخم مرغ پوست بکنه؟ سیب زمینی پوست بکنه. اینو داد به من گفت که کلکینای سنفا خیلی پایینه، سرتو بگیر پایین، از کنار اینجا برو تو حیات کسی نبینتت. برو اینو بخور برو سر سنفت. وقتی من اومدم بیرون سرمو که چرخوندم دیدم چل پنجاه نفر افغان دیگه نشستن هیچ ایرانی بینمون نیست این خانوم همه دستشون نفر یکی یکی از این خوراکیا این خانوم تو طول اون چهار پنج سال هفته دو دوست دفعه این کار رو برای ما کرد با همون دست فلجش و من برد پشت مایک از هشت سالگی پشت مایک بودم مسئولیت برگزاری مراسم صبحگاه سی نفر آدم مدیریت کن مراسم ببین یه آدمی پیدا شده به این یه کوچولو کمک کرده در واقع کمکی کرده که هر کسی اون زمان انجام نمیداده و ببین چه بذری کاشته اینکه میگه مثلا مسئولیت 200 نفر رو مینداخت کردن من حالا من آماده میکرد در واقع واسه فردایی بهتر چقدر کارای مثبت کرده اون آدم و به خاطر یه تومیتونی یک فرد یا انرژی مثبت یک فرد ببین چه اتفاقی افتاده برای یک کسی که حالا توی یک کشور دیگه زندگی کرده هستن مراسم انجمن اولیا مدیریت رو یاد داد شاید میدونست که یه روزی من برمیگردم مملکتم قرار میگیرم توی همچین موقعیتی و فقط نسل منه که میتونه این اوزار رو مدیریت کنه و برای مثل بازی میمونه واقعیتش الان انقدر اون خانم کارش خوب انجام داد که الان مدیریت یه همچین داستانی برام بیشتر شبیه گیمه مکتب و اینجوری خوندم خانم با. ایرانی بود؟ بله یه روزی شاید فکر کنم یک هفته دو هفته قبل از اینکه بیام افغانستان توی یه چار راهی دیدمش خیلی با سلابت نشسته بود پشت ماشینش اشترینگم هم گرفته بود داشت میرفت من از جهت مخالف میمادم یادم اون روز بریکی گرفتم که اصلا پشت سرمو ندیدم که اتفاقی میفته یا نه اون روز من پولم آماده کرده بودم کارم رو یاد گرفته بودم درسم خونده بودم و آماده بودم بیام اینجا برای همین کار دقیقا, دقیقاً وقتی دیدمش که رد شد بریک گرفتم بعد از یه ده پون زمت خط ترمز برگشتم رفتم دنبالش که برم بهش بگم خانم امیر خانی من همون احمدیم هم. من کارت نتیجه داد من خوندم الان بزرگ شدم. الان میرم که کاری که برا من منو برای اون کار تربیت کردی انجام بدم رفتم تا پشت سر ماشینم رفتم بعد این کار نکنم گفتم بذار یه روزی اون کار میکنم بعد میرم سراغش و اون موقع بهش میگم چه کردم اولین فرصتی که پیش بیاد میرم و میرم انشالله که امیدوارم که در قید حیات باشن و میرم امشان. بهش میگم که این کار کردم سویچه یه دونه موتر بهش میدم میگم که فقط بیا بیرون ببین چه کاری کردیم به شک وقت دوباره دیدنش چند وقت پیش قصه کردین یا چند سال پیش قصه کردین وضعیت سیهیش همونجوری بود همون قد پرغرور بود همون قد با صلابت بود آدما عوض نمیشن فقط پیر میشن راستی از روز تا اینجا به نظرم کافیه این کلیپ خیلی دوست دارم ببینم سریع تا آخر چون که تا اینجایی هم که دیدین بیشتر در مورد گذشته و بچگیش داشت صحبت میکرد دوستان برسم به اون قسمتی که اون ایده ای و اون متره تو ذهنش در واقع ایجاد میشه ولی خداییش همین الان هم کلیپ هم اپلود آپلود میکنم تو این چنل 99 درصد آدما نمیبینم و من مطمئنم اما لطفا از این چیزا خیلی صادرت خودم هم دارم میگم یعنی وقتی که یک داستان و موفقیتی از هر کسی هر کسی اصلا شاید چه میدونم یکی یه دونه هدفون مسخره ایجاد کرده باشه نه یه متر گنده اونو سعی کنیم گوش بدیم من خیلی به این چیز علاقه دارم به خاطر همینم هستش که خیلی مانو میدم روی این متر و اینا مرسی که تا اینجا کلیپ من برای من بودید و مواظب خودتون حتما باشید و پیشا پیش از اینکه چنل منو سابسکرایب میکنید لایک میکنید کامنت انگلیسی میذارید که سابتون نپره ازتون تشکر میکنم خیلی دوستتون دارم